بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنیم ایام سالگرد ولادت مبارک پرفیض حضرت بقیت الله ارواح و فدا و تبرک ایام ماه مبارک شعبان به این ولادت بزرگ و مبارک. انشاءالله که خداوند متعال شما رو ما رو جزو پیروان این بزرگوار قرار بده، جزو شیعیان این بزرگوار به حساب بیاره. و تشکر میکنیم از جناب آقای شهری و همکاران عزیز و محترمشون به خاطر این هدیه ارزشمندی که به مناسبت این عید به جامعه اسلامی و جامعه علمی تحویل دادند، یعنی همین دانشنامه مهدویت، که این خصوصیاتی که ذکر کردن خصوصیات مهمی است و بنده به نظرم دیروز یا پریروز آوردن کتاب رو، من فرصت کردم یه تبرق مختصری بکنم. به نظرم کتاب برجسته و جالبی آمد. حالا انشاءالله وقت میگذاریم و کتاب رو اول تا آخر مطالعه خواهم کرد انشاءالله. ولی کار بسیار مهمی است، کار بزرگی است. عمده این است که ذهن متوجه یک نیاز و یک خلع بشود و همت برانگیخته شود برای پر کردن این خلع و برآوردن این نیاز. این کارا شده. هیچ کاری هم از ما انسانها بدون نقص و قصور نیست طبعا. مهم این نیست که آیا این کتاب کامله یا جامعه یا نقصی داره یا نداره. مهم این است که این کتاب هست، متولد شد و به وجود آمد و نیاز به اون احساس شد و همت برای تولید اون برانگیخته شد و به حمدالله برسه وجود آمد. من صمیمانه از ایشون و همکاران محترمشون تشکر میکنم. یک جمله در باب این ایام مبارک و وجود عظیم و عزیز حضرت بقیت الله ارواحنا فدا عرض بکنیم. یه جمله هم در باب مجمع شما و پژوهشگاه شما و دارالحدیث بعدا عرض میکنم. در مورد مسئله امام زمان سلام الله علیه، خب شماها خوب کار کردید و تلاش کردید و احاطه به همه جوانب قضیه دارید. اون چه مهم است این است که اعتقاد به امام زمان یک بخشی از جهانبینی ادیانه، یعنی ادیان الهی همچنانی که در جهان بینی عمومی خودشون نسبت به عالم، آدم، منشأ آفرینش، منتهای سیر حیات بشر، یعنی درباره مبدأ و معاد نظر میدن، یکی از بخش‌های این جهان بینی، این مجموعه عظیمی که زیر بنای همه افکار و تأملات و احکام و قوانین و مقررات ادیان هست، بخشی از این جهان بینی عبارت است از مسئله نهایت سیر کاروان بشر در این دنیا. مسئله اون دنیا و اون نشأه مسئله دیگری است، مسئله آخرت است. یک مسئله این است که بشریت به کجا دارد می رود. اگر ما
جامعه بشری را در طول تاریخ به کاروانی تشبیه کنیم که داره یک مسیری رو میره، این سوال مطرح است که این کاروان به کجا میره؟ مقصد این کاروان کجاست؟ منتها الیه این سیر کجاست؟ یه سوال جدی است. این باید در هر جهانبینی پاسخ داده بشه. ادیان به این پاسخ دادن. نهله‌های فکری غیر دینی پاسخ‌هاشون یکسان نیست در این زمینه. لکن پاسخ ادیان تقریبا به این سوال یکسانه. همه معتقدن تا اونجایی که میشناسیم از ادیان الهی و ادیانی که رونویسی از ادیان الهی اند، ولو خودشون هم الهی نباشن، اما پیداست اصول و قواعد کار رو از ادیان الهی گرفتن. در این مجموعه ادیان انسان مشاهده میکنه یک پاسخ مشخصی است. معتقدن که این کاروان در پایان، در آخر راه به یک منزلگاه مطلوب و دلگشا و دلنشین خواهد رسید. خصوصیت عمده این مقصد هم عدالت است. عدالت خواسته عمومی بشریت از اول تا امروز و تا آخر. اینایی که سعی میکنن در مبانی و تفکرات اصولی معتقد به تنوع و تغییر و تحول و اینها بشن، این رو نمیتوانن انکار کنن که خواسته بشریت از روز اول تا امروز چند تا خواسته است، از جمله اساسی ترین اونها عدالت، دنبال عدالت بشر. هیچ وقت از این خواسته بشر منصرف نشده است. در این نهایت این خواسته برآورده است که در آثار ما خب یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت، یا کما ملأت در بعضی از در اغلب متون کما ملأت، در بعضی هم بعد ما ملأت ظلما و جورا. این پاسخ همه ادیان است. در واقع هر فردی از آحاد بشر میداند که این سیر عمومی بشر به کجا منتهی خواهد شد. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، اینجور باید بگیم که یک مسافری یا یک کاروانی از پیچ و خمهای دشوار، از معبرهای سخت، از کوهستانها، از وادیها، از درها، از لجنزارها، از خارزارها همینطور داره عبور میکنه، راه رو میپیمایه برای اینکه خودش رو برسانه به یک نقطه. این نقطه کجاست؟ این نقطه عبارت است از یک اتوبان، یک جاده مهم، یک جاده باز، یک راه هموار. همه اونچه که در تاریخ بشر تا امروز مشاهده میکنیم حرکت تو همون کوره راه ها و تو همون فراز و نشیب ها و تو همون خارستان ها و عرض کنم که لجنزار ها و اینها بوده. ما همینطور بشریت داره همینطور این راه رو طی میکنه تا برسه به اتوبان. این اتوبان دوران مهدویت است، دوران ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه هست. اینجور نیستش که وقتی به اونجا رسیدیم خب یک حرکت دفعی انجام میگیره و بعدم تمام میشه. نه، اونجا یک مسیر است. در واقع باید گفت زندگی اصلی بشر، حیات مطلوب بشر اونجا آغاز میشود. بشریت تازه میفته توی راهی که این راه یک صراط مستقیم است و او رو به مقصد از آفرینش میرسانه، بشریت را میرسانه، نه آحادی از بشریت را، نه افراد را، مجموعه ها رو میرسانه.
البته این به معنای این نیست که در اون وقت طبیعت بشر تغییر پیدا میکنه. نه، طبیعت بشر طبیعت ستیزه درونی و درگیری درونی میان خیر و شر است. عقل انسان هست، طبع انسان هم هست، غرایز انسان احکامی دارند، کشش هایی دارند، تمایلات طبیعی انسان کار خودشون رو میکنن، عقلم کار خود رو میکنه. این تنازع در اون دوران هم وجود خواهد داشت. اینجور نیست که در اون دوران بشریت یک بارچه تبدیل بشود به فرشته. نه، اونجا هم طبعا این درگیری هست، طبعا خوب و بد هم در اون وقت وجود دارد. منتها راه جاده است که مساعد خوب شدن است، خوب حرکت کردن است، درست راه رو پیمودن است، به سمت مقصود واقعی راه رفتن است. این خصوصیت اون راهه که همون معنای حقیقی و واقعی عدل است. و این قطعی است، این قطعی است. و توفیقاتی که بشر در اثنای راه پیدا کرده است مؤید این معنا برای ذهن انسان شکاک است که اونچه که وعده داده شده اون تحقق پیدا خواهد کرد. این آیاتی که تلاوت کردن به نظر من آیات جالب و مهمی است. یک نکته‌ای در این آیات وجود دارد که اونجا حضرت موسی رو در آغاز ولادت مادر میاندازه در آب و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. دو تا وعده است. یک وعده، وعده برگردوندن موسی به اوست. یک وعده، وعده جاعلوه من المرسلین است، یعنی اون وعده عمومی که به بنی اسرائیل داده شده بود، که بنی اسرائیل منتظر بودن که منجی بیاد، این منجی از طرف خداست و خواهد آمد و بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات خواهد داد. خدای متعال در وحی به مادر موسی این وعده دوم را هم داد، جاعلوه من المرسلین، یعنی این رو ما میفرستیم از طرف خودمون، این رو همون مرسلی قرار میدهیم که بناس اون وعده بزرگ رو، اون آرزوی بزرگ رو انجام بدهد. این دوتا وعده رو خدای متعال داد. یک وعده، خب وعده نقد و نزدیک بود و او انا رادوه الیک بود. در آیات بعدی فرماید که فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. اینی که ما بچه رو به مادر برگردوندیم، خب بله، تقر عینها دارد، ولا تحزنه دارد، دلش خوش شد، دلش آرام گرفت، چشمش روشن شد. اما اثر دیگر این برگردوندن این بود که ولتعلم ان وعد الله حق، بدانه که این وعده‌ای که ما دادیم، گفتیم منجی رو میفرستیم، کسی که بناست از استضعاف خارج کند جامعه بنی اسرائیل را در مصر خواهیم فرستاد، بدانه که این وعده، وعده درستی است، دلش مطمئن بشه و خاطر جمع بشه. یعنی یک وعده کوچک تحقق پیدا میکند، تحقق مییابد از سوی پروردگار. برای اینکه هر انسان اهل تدبری از تحقق این وعده کوچک اطمینان پیدا کند که اون وعده بزرگ تحقق پیدا خواهد کرد.
آنچه که از موفقیت ها در طول تاریخ برای بشریت از طریق دین حاصل شده همون وعده های کوچکه. از جمله جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همی که اصلا این وعده هاست. خدای متعال وعده داده بود که اگر مبارزه کنید، اگر صبر کنید، اگر به خدای متعال توکل کنید، در جایی که گمانش رو نمیبرید و امیدش رو ندارید، به شما قدرت خواهیم داد. همین اتفاق افتاد. ملت ایران مبارزه کرد، صبر کرد، ایستاد، فداکاری کرد، از دادن جان دریغ نکرد. اتفاقی افتاد که هیچ کس تصورش رو نمیکرد. کی خیال میکرد در این منطقه بسیار حساس، در این کشور بسیار مهم، در مقابله با اون رژیم به شدت حمایت شونده از سوی قدرت‌های بین المللی، یک حکومتی به وجود بیاد، یک انقلابی به پیروزی برسه، اون هم بر اساس دین، بر اساس فقه، بر اساس شریعت؟ کی چنین تصوری میگه؟ هیچ کس. اگر کسی بگه من میدونستم اینجوری میشه، مگر از طرق غیبی کسی فهمیده باشه، اما محاسبات مطلقاً این را نشان نمیداد. اما این اتفاق افتاد. فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. بدانیم اون وعده اصلی، اون کار بزرگ، اون هم اتفاق خواهد افتاد. این یک نمونه ای از اون چیزی بود که اتفاق خواهد افتاد. باید منتظر بود. این نگاه ادیان به پایان راه کاروان بشری نگاه بسیار امید بخشی است. حقیقتاً روحیه انتظار و روحیه ارتباط با ولی از ارواح نافدا و منتظر ظهور بودن، منتظر اون روز بودن، یکی از بزرگترین دریچه های فرج برای جامعه اسلامی است. منتظر فرجیم. خود این انتظار فرج است. خود این انتظار دریچه فرج است، امید بخش است، نیرو بخش است. از احساس بیهودگی، از احساس ضایع شدن، از نومیدی، از گیج و گمی نسبت به آینده جلوگیری میکنه، امید میده، خط میده. این مسئله امام زمان سلام الله علیه اینه و امیدواریم که خدای متعال ما رو به معنای واقعی کلمه از منتظران قرار بده و چشم ما رو به تحقق این وعده الهی روشن کنه. در مورد مجموعه کارهایی که شما برادران و خواهران عزیز تحت مدیریت جناب آقای رشهری در این سالها انجام دادید، من حقیقتاً بایستی تشکر بکنم. کارهای بسیار خوبی انجام گرفته، کارهای نوی انجام گرفته. مهم این است که ذهنها فعال بشود برای شناختن نقاط خلأ و خود این هنر بزرگی است. مسئله یابی هنر مهمی است. انسان نگاه کنه، موارد خلأ را پیدا کنه. این مجموعه شما خوشبختانه آزمون خوبی رو گذرانده است در این زمینه، موارد خلأ رو پیدا کرده و همت بر این گماشته است که اینها رو پر بکنه. مسئله قرآن و حدیث بسیار مسئله مهمی است. در همین موضوع مهدویت و قضایای مربوط به امام زمان، مسئله انتظار، مسئله طول عمر، مسئله دوران حکومت، مسئله وظائفی که منتظرین دارند و مسائل گوناگونی که وجود دارد،
بهترین مرجع عبارت است از حدیث و اون چی که از خود ائمه علیهم السلام نقل شده که جای تردیدی رو باقی نمیگذارد و این مهمترین مطلب از همدو که آقای رشهری اشاره کردن بنده هم معتقدم به این معنا که شواهد عقلی و اعتباری به عنوان مؤید میتوانند به کار برن. اون چه که تعیین کننده است و قاطع هست منابع روایی و حدیثی و قرآنی است که به اینها بایستی تکیه کرد، از اینها باید استفاده کرد. البته باید تنقیح بشه به حرفهای سست، نباید اعتماد کرد. حرف قرص هم کم نداریم، حرفهای قوی، محکم و بنیادهای فکری مستحکم و حمدالله تو این زمینه خیلی زیاد هست و میتوان به اینها تکیه کرد و از اینها استفاده کرد. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که شما رو موفق بداره و مجدداً تشکر میکنیم از اینکه این هدیه با ارزش رو در ایام این عید مبارک به جامعه اسلامی تحویل دادید و جامعه فکری و معرفتی کشور انشاءالله بهره کامل رو از این ایدی که شما دادید خواهد برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.